دولت آمریکا در واکنش به تهاجم نظامی ترکیه به کردهای شمال سوریه، سه وزیر دفاع کشور و نیرو و دو وزارتخانه این کشور را تحریم کرد. مایک پومپئو در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد در صورتی که عملیات ترکیه ادامه یابد، این موضوع بحران فزاینده و نگران کننده انسانی را تشدید و با پیامدهای بالقوه فاجعه باری مواجه خواهد کرد. برای جلوگیری از مواجهه با تحریم‌های بیشتر، تحت دستورالعمل جدید، ترکیه باید بلافاصله تهاجم یک جانبه خود در شمال شرقی سوریه را متوقف و به گفتگو با ایالات متحده در مورد امنیت شمال شرقی سوریه بازگردد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و استیون منوچین، وزیر خزانه داری، در یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع آمریکا و تصمیمات ترامپ را توضیح دادند. مایک پنس گفت ترکیه فراتر از منطقه محرمه 30 مایل فراتر از آن رفته است، اما ژنرال مظلوم از فرماندهان کرد مشخصاً در مورد شهر کوبانی ابراز نگرانی کرد و از رئیس جمهور ترامپ خواست که این موضوع را مستقیماً با اردوغان و دولت ترکیه به عنوان نگرانی بزرگ نیروهای کردی مطرح کند. رئیس جمهور تعهدی را از جانب اردوغان دریافت کرد که به شهر کوبانی حمله نکند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت ما سه وزیر، وزیر دفاع، وزیر کشور و وزیر انرژی و همچنین وزارت دفاع و وزارت انرژی ترکیه را تحریم کردیم. اینها تحریم های اولیه ما می باشند، هرچند که تحریم های ثانویه برای هر نهاد مالی که تبادلات قابل توجه مالی داشته باشد نیز اعمال خواهد شد. The Minister of Interior and the Minister of Energy. We have also sanctioned the Department of Defense and the Department, the Ministry of Energy. These sanctions are both primary sanctions as well as secondary sanctions. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هفته آینده با متحدان آمریکا در ناتو دیدار کرده و درباره تهاجم ترکیه به سوریه و تبعات ناگوار آن گفتگو خواهد کرد. مارک اسپر در پی دستور ترامپ برای مجازات‌های اقتصادی علیه ترکیه در بیانیه‌ای گفت در ملاقات با اعضای ناتو آنها را تحت فشار خواهد گذاشت تا گام‌های اقتصادی و دیپلماتیک در واکنش به تهاجم ترکیه به سوریه بردارند. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه خود اقدام نظامی ترکیه در سوریه را اقدامی غیر مسئولانه و غیر ضروری توصیف کرد که مأموریت ائتلاف علیه داعش را تضعیف کرده و باعث آزادی بسیاری از زندانیان خطرناک داعشی شده است.